مرغ مینا انواع مختلفی داره و از خانواده سار هستش. پرنده مهاجمه و برخی از گونه های اون توانایی تقلید صدا دارن. غذای اونها در طبیعت ترکیبی از حشرات و میوه هاست که به صورت بسته‌بندی های آماده و بازاری هم میتونید تهیه کنید. ولی برای آشنایی بیشتر با مرغ مینای جذاب و دوست داشتنی در این ویدیو همراه ما باشید. لطفاً کانال رو هم سابسکرایب کنید تا بتونید ویدیوهای ما در مورد پرورش و نگهداری حیوانات خانگی و پرندگان تزئینی رو ببینید و لذت ببرید. مرغ مینای سخنگو معمولاً پرهای تیره و قهوه‌ای رنگ داره که ممکنه روی سرش کمی زرد رنگ هم باشه. مرغ مینای سخنگو بعد از طوطی خاکستری که به نام کاسکو معروفه، دومین پرنده محبوب در بین انسان هاست. چون قدرت تقلید صدای بسیار قوی داره و رفتارهای اجتماعی و دوستانه هم داره. نام این پرنده به معنای لذت بخش و سرگرم کننده است. از نامهای دیگر او به کالا پاپریا به معنی کسی که عاشق مجادله است، پتیانترا به معنای چشم زرد و پیت پت به معنای پا زرد میتوان اشاره کرد. این پرنده حدود 21 نوع نژاد مختلف داره، اما فقط دو نوع مینای گوشواره‌ای و معمولی به عنوان حیوان خانگی و اهلی نگهداری میشن. مینای گوشواره‌ای توانایی صحبت کردن مانند انسان رو داره و طرفداران بسیاری هم داره. اینو پرنده به عنوان یک پرنده با شخصیت دوستانه، پر جنب و جوش و باهوش شناخته شده و با زندگی در قفس و در کنار انسان سازگاره. از تعامل و معاشرت با انسان بسیار لذت میبره، اما از ناز و نوازش کردن معمولا خوشش نمیاد و اصلا دوست نداره کسی او رو با دست بگیره، حتی صاحبش. پس اگر مجبور شدید که مرغ مینایی که کاملا اهلی نشده رو در دست بگیرید، در تاریکی و شب این کار رو انجام بدید، چون در تاریکی دیده کمی داره و کمتر بهتون آسیب میزنه. در این حال هم عاشق توجه کردن بهشه و به افرادی که به اونها توجه بیشتری میکنن احساس نزدیکی بیشتری میکنه. از ویژگی های مهم مرغ مینای سخنگو آواز و گفتار او هستش. اونها علاوه بر حرف زدن عادت به سوت زدن، جیغ زدن و چهچه زدن دارن که به شکل خارق‌العاده شبیه صدای انسان به گوش میرسند. تا حدود 100 کلمه رو به راحتی یاد می گیرند. البته با تکرار و تمرین و تشویق. بهتره اگر حال و حوصله و فرصت دارین، جوجه 2 تا 3 هفته‌ای مرغ مینا رو خریداری بکنید. چون هم خطر مردن رو پشت سر گذاشته و هم به راحتی حرف زدن رو یاد می گیره و از همون سن کم به روابط با آدم ها عادتش بدید تا دست آموز بشه. توجه داشته باشید که مرغ مینا در دسته پرندگان مهاجم و وحشی قرار داره و اگر در زمان جوجگی تربیت نشه ممکنه تا آخر عمر وحشی بمونه و موجب دردسر بشه. اگر پرنده بزرگتر می خرید هم توجه کنید که اهلی شده باشه و آموزش دیده باشه. بهترین سن یادگیری مرغ مینا معمولاً 3 تا 4 ماهگیه که میتونه با تکرار کلمات رو یاد بگیره. در حدود 2 سالگی به اوج یادگیری و تقلید صدا میرسه. بهتره اول از کلمات ساده تر استفاده کنید. یک نکته جالب اینه که این پرنده صدای زنگ در و صدای تلفن رو به سرعت یاد میگیره و عین خودش تکرار میکنه. پس حواستون باشه که گول نخورید و شما رو به اشتباه نندازه و سر کار نذاره. مرغ مینا برخلاف توتی سانان اصلا خجالتی نیست و در حضور افراد غریبه هم صحبت میکنه. اما این پرنده باهوش و حساس خیلی سریع به صاحبش وابسته میشه و با کوچکترین بیمحلی از طرف او ناراحت میشه و قهر میکنه. اگر قهر کنه هم دیگه حرف نمیزنه. این قهر ممکنه تا چند روز ادامه پیدا کنه و حرف نزنه و آوازم نخونه. حتی ممکنه دیگران رو نوک بزنه و پرخاش کنه. اگر دیگه خیلی ادامه پیدا کنه ممکنه پرهاش بریزه و کچل بشه. پس حتما مراقب رفتارتون باشید. اگر اهل سفر هستید مرغ مینا نخرید.
چون خیلی وابسته به صاحبشه و در نبود شما افسردگی میگیره. این پرنده بسیار حسوده و تحمل پرندگان دیگر یا حیوانات خانگی دیگری که توجه صاحبش رو جلب کنند هم نداره. شرایط نگهداری مرغ مینای سخنگو. این پرنده بسیار پر جنب و جوشه، پس به یک قفس بزرگ نیاز داره. درون قفس چند چوب نشیمنگاه در ارتفاعهای مختلف براش قرار بدید. چوب نشیمنگاه پرنده باید دو ویژگی داشته باشه. اول اینکه ضخامتش طوری باشه که نزدیکترین ناخونهای پرنده از طرفین 1-2 سانتی متر فاصله داشته باشه. دوم اینکه لایه طبیعی روی چوب که پوست چوب گفته میشه روی چوب باشه تا پای پرنده مشکل پیدا نکنه. قفس رو در محلی قرار بدید که در معرض جریان باد نباشه. این پرنده به بوی دود هم بسیار حساسه و بهتره که قفس در نزدیک اجاق آشپزخانه هم نباشه. هنگام شب بهتره با ملافه ای روی قفس پرنده رو بپوشونید تا نور صبحگاهی رو دیرتر حس کنه و بیشتر استراحت کنه. اگر هوای اتاق هم خنک باشه، این ملافه کمی به گرم شدن پرنده در طول شب کمک میکنه. مرغ مینا عاشق آب بازی و حمام کردنه. حتما ظرف آبی مناسب در قفس قرار بدید تا بتونه داخلش حمام کنه. بهتره ظرف بزرگ و کم عمق باشه. هنگام حمام کردن آب رو به اطراف پرت میکنه. در اصل با این کار گرد و غبار، شوره، پرهای شل و کنه ها رو از خودش دور میکنه و رطوبت دهی به بدن پرنده که در حفظ پر و بال نقش مهمی داره رو انجام میده. در محل زندگی مرغ مینا سیستم تهویه و گرمایشی قوی قرار ندید، چون باعث خشکی پوست پرنده میشه. برای نگهداری مرغ مینا حوصله، وقت و شرایط مناسب باید داشته باشید، چون به شما وابسته میشه و دوست داره بهش توجه کنید. باهاش حرف بزنید و بازی کنید. در فصل گرما حواستون باشه که گرما زده نشه. داخل ظرف آبش برای حموم کردن حتما همیشه آب باشه تا یه وقت از گرما تلف نشه. یه مشکلی که برای بعضی از صاحبان این پرندگان پیش میاد اینه که به طرف چشم حمله میکنن. اگر پرندتون رو از قفس بیرون میارید خیلی مراقب باشید. بهتره که عینک و محافظ چشم داشته باشید تا یه وقت به چشمتون آسیب نزنه. ممکنه اگر در فضای خانه آزاد باشن اشیا رو ببلعن. اگر متوجه شدید که وسیله‌ای رو خورده، در درجه اول بهتره که سریع به دامپزشک یا متخصص پرندگان مراجعه کنید. اگر امکانش نیست کمی روغن زیتون به پرنده بدید و اندازه نصف قاشق چای خورید. احتمالاً بعد از 3-4 ساعت عمل دفع انجام میشه و شی خارج میشه، ولی اگر تا 5-6 ساعت گذشت و چنین اتفاقی نیفتاد دیگه حتما به دامپزشک مراجعه کنید. اگر چیزی رو گرفت توی دهنش به هیچ وجه دنبالش نکنید، چون سریعتر قورتش میده. سعی کنید حواسش رو با یه چیز دیگه‌ای که بهش علاقه داره پرت کنید. مثلا یه تیکه نان نشونش بدید یا یه شیء براق. کلن حواستون باشه که اشیای کوچیکی که میتونه ببلعه دوروبرش نباشه. البته اگر عادت داره از قفس خارج بشه و گشت بزنه، در و پنجره ها رو هم حتما ببندید تا فرار نکنه. برای آموزش حرف زدن سعی کنید در طول 24 ساعت حداقل 4 ساعت در بازه‌های زمانی 20 دقیقه‌ای باهاش صحبت کنید. از روش شرطی کردن استفاده کنید که اثر فوق‌العاده‌ای داره. شرطی کردن یعنی دادن جایزه و خوردنی بعد از انجام کار مورد نظر. بعد از حدود 6 ماه کلمات رو به طور کامل تکرار خواهد کرد. هنگام آموزش کلمات در هر تکرار بین کلمات 10 ثانیه صبر کنید تا پرنده اون رو درک بکنه. کلمات در هر تکرار با یک لحن و تون صدا باید باشن. پس بهتر آموزش توسط یک نفر انجام بشه، چون پرنده ای بسیار باهوشه و تفاوت بین تون صداها رو تشخیص میده. برای تغذیه مرغ مینا میتونید از میوه ها و سبزیجات در کنار غذاهای صنعتی استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که کبد این پرنده بسیار حساسه و باید طبق رژیم خاصی تغذیه بشه.
که در ویدیویی که لینکش در بالای صفحه هستش و در توضیحات این ویدیو هم قرار داده شده کامل توضیح دادیم. حتما این ویدیو رو ببینید و اگر تجربه ای از بیماری کبد چرب برای مرغ مینا دارید در کامنت ها برامون بنویسید. اگر پرندتون اهلیه و حالا حوصله دارید میتونید نوک ناخون هاشو با ناخونگیر مخصوص کمی کوتاه کنید به طوری که فقط تیزی نوک ناخون هاش کوتاه بشه. برای بار اول میتونید از یک شخص با تجربه و متخصص کمک و آموزش بگیرید. بد نیست که ماهی یک بار هم زیر پای پرنده رو بدون اینکه بهش استرس بدید نگاه کنید. ممکنه تغییر رنگ یا تغییر حالت داده باشه که در این صورت حتما باید به متخصص پرندگان مراجعه کنید. تعیین جنسیت مرغ مینا. رنگ داخل دهان مرغ مینا جنسیتش رو مشخص میکنه. اگر داخل دهانش مشکی باشه، نره. جنس نر شاید سخنگوی بهتری باشه، هرچند که جنس ماده هم با آموزش صحیح و اصولی به خوبی جنس نر سخن میگه و آواز میخونه. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.